سلام به شما عزیزان در ایران، با این امیدواری که روز نسبتاً خوبی رو حتی المقدور پشت سر گذاشته باشید تا این ساعت 9:30 شب تهران. همچنین سلام به بینندگان ما در هر کجای جهان که هستند. در ساعت 1:01 بعد از ظهر آفتابی واشنگتن، اما بسیار سرد، با شما عزیزان خواهیم بود در ساعت پیش رو در تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا. نگاهی خواهیم داشت در این شماره از برنامه به پیامدهای عملیات تروریستی 11 سپتامبر و آنچه که در همین زمینه و ارتباط در منطقه خاورمیانه میگذرد. ریشه های این عملیات تروریستی کجاست؟ انقلاب اسلامی ایران چه نقشی در آنچه که تهران بیداری اسلامی مینامد در منطقه و جهان داشته است؟ حمایت‌های حکومت ایران از تروریسم آیا اثری در رشد گروه‌هایی که امروز در خاورمیانه میتازند و میکشند داشته و دارد؟ سیاست‌های بین‌المللی در این زمینه و دیگر کشورها همچنین در منطقه چه نقشی در این زمینه دارند؟ مسائل ارتباطی، نقش آنها در تروریسم، در تشویق تروریسم، آنچه که برخی از شبکه‌ها در منطقه متهم هستند و نیز نقش رسانه‌ها در پیشگیری از تروریسم. در ادامه برنامه همچنین میپردازیم به پیامدهای کاهش قیمت نفت در سفره مردم ایران و همچنین مذاکرات در راه میان 5+1 و حکومت ایران درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی. با من و شما هستند در نیمه نخست برنامه آقای رضا تقی‌زاده، کارشناس نفت و امور اقتصادی. در ادامه برنامه همچنین به مسائل کارگری میپردازیم با میهمان دیگر برنامه، میهمان پنجشنبه شبهای ما آقای منصور اوسال. با شما هستیم تا لحظات دیگر. سلام آقای تقی‌زاده به شما. سلام متقابل به شما آقای چالنگی. این اولین گفتار ماست در سال نو مسیحی. امیدوارم که اونچه که امروز بین من و شما در گفتگوی تحلیلی میگذره برای بینندگان شما از جذبه کافی برخوردار باشه، بحث خوبی داشته باشیم. امیدواریم باز که سال خوبی داشته باشن بینندگان ما و سالی خوب برای منطقه و جهان. آقای تقی‌زاده، آغاز سال جدید چندان خوب نبود برای پاریس. پاریس نشینان، شهر زیبای پاریس، عملیات تروریستی که انجام شد، 17 نفر کشته شدن. شما وقتی نگاه میکنید اولین موضوعی که به نظرتون میرسه در ارتباط با ریشه های این اقدامات چی هست؟ کجاست؟ از کجا میاد این تروریسم در پاریس؟ حق با شماست. شاید رویداد بسیار تلخ و دردناکی بود، ولی از نگاه مردم ایران شاید انتظار داشتن روزهای خوب خیری غیر عقلی نیست. اون چی که اتفاق افتاد درسته که افراط‌گرایان به عنوان یک پیروزی برای اسلام یا تلافی ازش یاد میکردن، ولی بدون تردید با توجه به واکنش‌های بسیار عمیق و گسترده‌ای که در سراسر دنیا داشت، بدون تردید اسلام سیاسی رو در وضعیت دشواری قرار میده. اگر که نگاهی به عقب داشته باشیم به یاد میاریم که اسلام سیاسی در وضعیت کنونیش خانه قدرتش رو در سال 79
با انقلاب اسلامی ایران ساخت و بعد از اون بود که جمهوری اسلامی خشونت رو برای پیش بردن هدفها دستور و سیاست کار خودش قرار داد. نه تنها صدور انقلاب از راه جنگ ادامه پیدا کرد، بلکه با صدور اولین حکم توسط آقای خمینی برای شکستن قلمها، قضیه سلمان رشدی رو به یک موضوع بین المللی تبدیل کرد. مردی که در کتاب مشهور آیه های شیطانی دیدگاهی متفاوت نسبت به اونچه که دیدگاه های اسلامی هست عرضه کرده بود. آقای تقی‌زاده عزیز، ببینید، خیلی ها معتقد هستن که برخی از کشورهای منطقه و همینطور سیاست های غرب، تجدار مریض هایی که غرب داشته با تروریسم، کشورهای منطقه که میگم علاوه بر ایران، نقش داشتن در دامن زدن یا حمایت یا سازماندهی. از جمله اشاره میکنن به اینکه خود آمریکا وقتی آمد نیروهای افراطی اسلامی رو جمع کرد برای مبارزه با شوروی سابق در افغانستان، این اولین گام بود از طرف منتقدین، چون این مطلب مورد تاکید قرار میگیره، و گام بعدی هم امیدوار کردن این نیروها به تصاحب قدرت سیاسی که شما نیز اشاره کردید، انقلاب اسلامی در ایران، پیروزی آیت الله های شیعه و همراهان و مخلفات اونها، امثال بخشی از جبهه ملی و حزب توده و بقیه. بفهم آقای چارلنگی، اون چی که مورد استفاده قرار گرفته شاید تکیه کردن به تروریسم نیست، توجه کردن به اسلام به عنوان یک حربه تازه است. کاملا حق با شماست. دنیای غرب بخصوص در دهه 70 به اسلام نگاه تازه‌ای پیدا کرد، از اون میخواست به عنوان یک حربه استفاده بکنه، چون در مقابل بیخدایی کمونیسم در افغانستان سلاح دیگری وجود نداشت. سلاح توسل به اسلام مورد توجه اونها قرار گرفت و همونطور که شما به درستی اشاره کردید، اسلامگرایان درون ایران هم مورد حمایت غرب قرار گرفتن. دیگه با توجه به سندهایی که منتشر شده کمترین ابهامی وجود نداره که دنیای غرب به خصوص دولت وقت فرانسه از قدرت گرفتن اسلام در ایران حمایت کرد. عملا با توجه به قدرت گرفتن اسلام، ما ترکیب اسلام سیاسی رو در ایران شاهد هستیم، چیزی که بعداً به عنوان پایگاه قدرت این تفکر، این سیاست به بقیه دنیا مورد استفاده قرار گرفت. اونچه که امروز در فرانسه شکل میگیره، ضمن اینکه محکومه، ضمن اینکه زشته، ضمن اینکه بایستی اون رو تقبیح کرد، باید پذیرفت که نتیجه میدان دادن به اسلام سیاسی است که گام بزرگش رو در سال 79 در ایران برداشتن. خب شما اشاره کردید به اینکه در برابر شوروی و در برابر بیخدایی در افغانستان بهترین گزینه همین بود که انجام دادن، اشاره شما به این بوده. اما در مورد ایران، اونطور که گفته میشه دولت کارتر و غرب، فرانسه، خود شما اشاره کردید و بقیه دولت‌های غربی دستن در کار، با بیخدایی که در ایران مبارزه نمی‌کردن، چرا به چنین حمایتی دست زدن؟ چرا مثلا کسانی در صحنه سیاسی ایران ظاهر شدن که هیچ نقشی قبلا در هیچ کجای دوران معاصر سیاسی ایران نداشتن و دیدیم در اطراف آقای خمینی آمدن و به هر حال ایران رو به اینجا رسوندن که رسوندن؟ من تصورم این نیست آقای چالنگی که یک توطئه متشکل پیش از قدرت گرفتن انقلاب اسلامی برای استفاده از اسلام به عنوان یک حربه وجود داشته. تفکری که پشت سر استفاده از طالبان هست متفاوت با تفکری که پشت سر استفاده از نیروهای مذهبی انقلابی در داخل ایرانه، ولی یک محور مشترک وجود داره. در مقابل اتحاد شوروی و لشکر ارتش سرخ در افغانستان، استفاده از اسلام به عنوان یک حربه میتونست هم تقابل فلسفی باشه و هم به هر حال ابزار آماده ای که عربستان سعودی و آمریکا میتونستن از اون برای تجهیز نیروهای مسلح استفاده بکنن. در ایران قضیه ظاهرا متفاوت بود، ولی در باطن یک محور مشترک هم داشت.
اینکه در مقابل شاه، در مقابل حاکمیت روز ایران، هیچ نیروی سیاسی منسجم لمسی وجود نداشت، در حالی که مساجد وجود داشتند و مذهبی ها به نوعی همراه با اتحاد چپ در تقابل با حکومت پادشاهی دارای سابقه طولانی بودند. از شاید خوششانسی انقلابی ها آقای آیت الله خمینی هم در عراق وجود داشت و این همزمانی کمک کرد که پیگیری از پشتیبانی از آیت الله خمینی به عنوان یک حربه مورد استفاده غرب قرار بگیره برای ساقط کردن حکومت پادشاهی در ایران، که یا به هر حال اون رو در جهت مصالح خودشون نمیدیدن و یا حفظ اون رو امکان پذیر نمیدونستن. پس فقط مسئله برخورد با کمونیسم در افغانستان نبود، چون به هر حال اگر یک مجموعه دولت‌های غربی از یک طرف با کمونیسم در شوروی دارن مبارزه میکنن یا در افغانستان مبارزه میکنن و طرف دیگه در حال براندازی حکومت ایران هستن، دو حکومت کاملا متضاد. حکومت کاملا با شماست، ولی اسلام به عنوان یک نیروی سیاسی شاید نیروی بالقوه‌ای بود که مورد استفاده قرار نگرفته بود. این توجه برنامه ریزان و کسانی رو که برای 20 سال، برای 30 سال دنیا یا مصالح خودشون طراحی فکری میکنن، یک پتانسیل قوی بود و این پتانسیل در دو جبهه مورد استفاده قرار گرفت. در هر دو جبهه هم خواسته های کوتاه مدت غرب رو تأمین کرد، ولی اونچه که امروز در دامن غرب ما میبینیم خواسته های بلند مدت کسانی است که مورد استفاده قرار گرفتن. اونها هستند که حالا به نوعی خواسته های خودشون رو به کسانی که تغذیهشون کردن تحمیل میکنن. صدور خشونتگرایی اسلامی امروز به فرانسه و پیش از این از طرف طالبان به نیویورک به نوعی پاسخ حمایتی است که غربی ها از اسلام به عنوان یک نیروی سیاسی کردند و زمین ساز شدن قدرت گرفتن این عواملی که حالا افرادگرایانشون در داخل این حاکمیت ها جولان میدن. ببینید، من به تاریخ اسلام اشاره میکنم. در تاریخ اسلام، در صدر اسلام و همینطور که به جلو میریم، در ما سه خلیفه از چهار خلیفه اول مسلمانان ترور شدن، به جز ابوبکر سه خلیفه دیگه عمر، عثمان و علی امام اول شیعیان، اینها ترور شدن. و بعد میرسیم همینطور در طول تاریخ وقتی ادامه پیدا میکنه و میرسیم به جاهایی که امروز رسیدیم، یعنی همین امروز. خب در شعبه ای از اسلام در ایران ما میبینیم این سابقه خب داره. از زمان فدایان اسلام شما میبینین ترور یکی از ابزار قدرت هست. کسروی رو ترور میکنن، اندیشمند بزرگ ایران رو، و بعد همینطور حشیر و به جان حسین علا سوء قصد میشه و بعد حسن علی منصور رو، یکی از کسانی که به طور افتخارآمیز میگه اصلایی که محمد بخارایی باش حسن علی منصور رو کشت، من در اختیارش گذاشتم، همین آقای رفسنجانی هست که امروز در ایران هست و بقیه. بگذاریم یکی از قاتلان به حجیر در دولت مصدق هم از زندان با موفقیت آقای مصدق، دکتر محمد مصدق نخست وزیر ایران، از زندان آزاد شد، اون بحث دیگه است. خب این ریشه تروریسم رو، این تروریسمی که هست به خصوص در ارتباط با آنچه که در ایران اتفاق افتاد، شما تا چه اندازه مرتبط میبینید الان با اون چیزی که در کل منطقه میگذره؟ حرف من این هست به طور روشنتر، این که آیا حکومت ایران رو شما میتونید مبرا بدونین از مجموعه ولوشوی تروریستی که در منطقه خاورمیانه میگذره یا خیر؟ چون آقای ظریف و بقیه در جای مختلف خلاف این رو میگن. جمهوری اسلامی از دید من نقطه آغاز حرکت تازه است که ما شکل افراطیش رو در پاریس و همینطور در خلیفه‌گری عراق شاهدیم و برخوردهای دیگری که در لبنان و یمن در طول هفته ها و ماه های گذشته دنیا شاهد بوده. من اجازه بدید آقای چالنگی برگردم به پیش از حتی ترور خلفای راشدین
و قضیه محو مخالفین رو به دوران پیامبر برگردونم. کتابی که اخیرا جلد ترجمه تازه ای از اون از طریق طرف آقای انصاری در ایران منتشر شده، ابن هشام، صفحات متعددی داره در مورد محو مخالفین مذهبی حتی توسط پیامبر اسلام. ایشون میدونید زمانی قدرت رو به دست گرفت، به عنوان پیامبر خدا اعلام مسئولیت کرد، اعلام رسالت کرد که جامعه بدوی عربستان درش شاعری یک مد روز بود، یک قدرت بود برای به دست گرفتن جایگاه، و اتفاقا قبیله‌ای که ایشون از اونجا بود از این شاعران بسیار داشت، که البته مسلمانان همه معتقدند که پیامبر اسلام شاعر نبود، ولی اولین شاعری که خلاف خواسته های پیامبر اسلام مدیح سرایی کرد، او رو فرمان به قتل داد و او رو کشتن، و فردای اون روز که گزارش قتل رو به پیامبر دادن، او از قاتل ستایش کرد. در دومی مورد یک شاعر یهودی سالمن دوباره همین اشتباهی رو که او مرتکب شده بود تکرار کرد، و این بار دوباره حکم قتل برای اون صادر شد. شاعره سومی معترض شد به قتل شاعر یهودی، او رو هم کشتن، و به قاتل پیامبر اونطور که روایت هست عصایی هدا کرد و به او گفت که در روز قیامت این عصا نشان میانه بین من و تو خواهد بود. خب ما برمیگردیم 1400 سال بعد، میبینیم آقای آیت الله علی خامنه ای روی عکس آقای نواب صفوی مینویسه که تو شهید و تو راهگشای دنیای اسلامی، کتابی که تو نوشتی قانون اساسی حکومت اسلامی است. آقای علی خامنه ای چه کسی است؟ رهبر بلا منازع جمهوری اسلامی است، جمهوری اسلامی که یک صورتک ظاهرا خندان داره متعلق به آقای روحانی است، و یک صورتک خشن داره که اصولگرایانی هستند که در درون حاکمیت همه اهرم های قدرت رو به دست دارن. اون اصولگرایان هستند که بازگشت به ریشه ها رو همیشه تشویق میکنن. بازگشت به ریشه ها در ظاهر گاهی به دست عوامل بیخردی مثل نیروهای داعش میفته که فاجعه رو به صورتی انجام میدن که امروز ما شاهدش هستیم در فرانسه، گاهی هم مانند عوامل حاکمیت جمهوری اسلامی هستند که یک دست شاخه زیتون میگیرن، یک دست شمشیر. در خارج ظاهرا چهره خندان دارن با کسانی که با اونها میتونن وارد گفتگو بشن، و در داخل همون فجایری که امروز داعشی ها در عراق در سوریه انجام میدن، یا تکفیری ها به اصطلاح ریشه های محلیشون در فرانسه شکل میدن، در داخل میکنن. واقعا کشتن خانم زهرای کاظمی خیلی متفاوت بود، با عنوان یک روزنامه نویس زن متفاوت بود با کشتن چارلی در فرانسه. نه از نظر شماره شاید متفاوت بود، ولی در نفس تغییری پیدا نمیکرد، و این وضعیت آقای چارلنگی از دید من همچنان در دنیا ادامه پیدا خواهد کرد تا زمانی که خانه قدرت اسلام سیاسی خراب بشه، و این خانه قدرت چیزی است که جمهوری اسلامی به وجود آورده و رقابت سنی و شیعه ادامه اون بوده. افرادگرایی امروز اسلامی فرزند حرامزاده رقابت بین دو جناح شیعه و سنی است. خوب، در تهران صفحه روزنامه یا لسارات که متعلق به شاخه از به اصطلاح اخوان فدایان اسلام میتونیم بگیم هست، به طور ستایش‌آمیزی کشتار روزنامه‌نگاران در فرانسه را، شارلی ابدو رو ستایش کرده صفحه اول این روزنامه رو. امیدوارم بتونیم روی صفحه برای شما داشته باشیم. اما نکته رو که شما اشاره کردین در مورد ایران، آنچه رو که تروریست‌ها در فرانسه اجرا کردن در ایران شکل قانونی داره. محسن میراسلانی رو به دار کشیدن، اعدام کردن، به خاطر اینکه گفته بود به تعبیر ایشون یونس اندر دهان ماهی نشده، و این جنبه سمبولیک نمادین داره. و همینطور سهیل عربی محکوم به اعدام شده، چون در فیسبوک چند مورد گفتن که نقل کرده از دیگرانی که اهانت به اسلام هست. حال اینکه خود همین مسلمانان، یعنی روحانیون مسلمان، این گونه مسلمانانی که چنین میکنن، چون بسیار داریم مسلمانانی که چنین نمیکنن، اومدن و همیشه روایت کردن مراجع تقلید شیعه و روحانیون
که بر منبر روزه میخوندن، که خود پیامبر اسلام اینه که در دوران جنگ کسی رو کشتن، چه شد چه نشد، این در جزء سوابق تاریخی است، در بسیاری از مراحل به قدرت رسیدن برای کسان دیگه هم بوده، این بحث دیگری است. اما خاکستر بر سر ایشون وقتی میپاشیدن، روزی پاشیده نشد، از کوچه‌ای که میگذشتن پرسیدن، گفتن چرا؟ گفتن اون که خاکستر میپاشید بیماره. پیامبر اسلام به دیدار اون شخص بیمار رفت و عیادت کرد، دلجویی کرد یا هرچی. این حرفیش که زدن، لابد شما هم شنیدید آقای طرح‌زاده عزیز. من تصور میکردم که این داستان مربوط به علی امام اول شیعیانه. ما اینو بسیار در ارتباط با خود نخیر پیامبر اسلام من شنیدم، حالا روایات مختلفی از گفتن. خب اینها ما چطور مدعیه از کنم خدمتون این میشن که یک نفر مثلا اهانت کرده به پیامبر اسلام باید اعدام بشه؟ اولا چه اهانتی؟ آیا اهانت کرده؟ کجا ثابت شده؟ باید بیان ثابت بشه در جایی. وقتی شد اون وقت آیا باید اعدام بشه؟ چرا؟ وقتی گفته میشه خود پیامبر اسلام یا به گفته شما امام اول شیعیان چنین کرده؟ آیه چالنگی، در اسلام ما دو تا مکتب موازی هم داریم که یکی اسلام قاسم الجبارینه که اسلامی است انتقامجو، اسلامی است که میخواد با تیزی شمشیر کفر و حرامی رو از دنیا برد کنه. یک اسلام دیگه اسلام بخششه، اسلام این است که خدا دست رحمت به سر همه میکشه. در درون شیعه که ما هم به هر حال به عنوان ایرانی معتقد به اون هستیم، باز ما دو شاخه متفاوت داریم که موازی هم حرکت میکنن. یک شاخه، شاخه منصوب به سازشه که امام دوم شیعیان حسن نماد او هست، و شاخه دیگه شاخه منتسب به حسینه که جهاد کردن، مقاومت کردن، شهید شدن، خون ریختن و خون دادن رو تبلیغ میکنه. و متاسفانه از دید مردم ایران، اونچه که امروز در ایران حاکمه، خودش رو منصوب میبینه به شاخه ای که امام سوم شیعیان سمبل و نماد او بوده. اونچه که امروز ما در دنیا شاهد هستیم به عنوان خشونتگرایی اسلام، خشونتگرایی انتقام جوی قاسم و جبارینه، نه اسلامی که رحمت میده. و همونی که میفرمایید بسیار هم گفته شده، آقای طرح‌زاده میگه قاسم و جبارین یعنی انتقام گیرنده از جبارین، ظالمان، جور کننده و همه اینها. مثلا اونهایی که کفر میکنن هم از دید اینها کسانی هستند که جور کردن در حق خدا، جور کردن در حق پیامبر، جور کردن و بایستی انتقام او رو گرفت. شما تو این فیلم ها صدای یکی از دو تروریستی رو که 12 نفر اعضای هیئت تحریریه یک مجله رو خونشون رو ریخته بود شنیده، که فریاد میزد که ما انتقام پیامبر اسلام رو میگیریم. یعنی تصور میکردن یا مدعی بودن که در حق پیامبر و در حق خدا جفا شده، جور شده، و اونها خودشون رو موظف به انتقام گرفتن میبینن. خب آقای تقی‌زاده، تروریسم اون چی که میگذره به هر حال نتایجش کاملا مشهوده که تا چه اندازه ضد انسانی است، به خصوص در کشورهایی که در قرن این قرن که همه دارن میرن به سمتی که انسان ها بتونن راهی پیدا کنن کنار هم به طور مسالمت آمیز زندگی کنن. در یه همچین شرایطی که هست، قیمت نفت اومده پایین، فرصتی از شما بپرسیم، کاهش تازه قیمت نفت بعد از آخرین مصاحبه که با هم داشتیم الان چه پیامدهایی میتونه برای بودجه دولت حجت الاسلام حسن روحانی داشته باشه و همینطور برای سفره مردم ایران؟ چند ساعت پیش از این گفتگویی که الان من و شما داریم، وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی اعلام کرد که ما در تلاش هستیم تا بودجه سال بعد رو اصلاح بکنیم، و اصلاح بودجه بر مبنای نفت بشکه 40 دلار خواهد بود، در حالی که در بودجه تنظیم شده و تسلیم شده به مجلس اسلامی جمهوری اسلامی قیمت نفت رو 70 دلار تعیین کرده بودند. زمانی که بودجه رو تنظیم میکردن، جمهوری اسلامی به علت کاهش درآمدهای نفتی نزدیک به 40% درآمدهای ارزیش نسبت به پیشبینی سال گذشته کمتر بود، بنابراین
ناگزیر بود و هست که از منابع دیگری کمبود و کسری بودجه رو جبران بکنه. این کمبود و کسری بودجه معجزه آسا از آسمان نمیاد که آقای طیب نیا بگه من اون رو اصلاح میکنم برای سال بعد. دو راه بیشتر نداره جمهوری اسلامی. وقتی که کسری درآمد داره، یا باید از هزینه هاش کسر بکنه، یا باید پول در گردش خودش رو به حجمش اضافه بکنه، که هر دو عامل تورمزا خواهد بود، هر دو عامل قیمت ها رو بالا خواهد برد، هر دو عامل باعث عقبگرد اقتصادی خواهد شد. امسال جمهوری اسلامی تصور میکرد که با وجود کسر بودجه یادگار مانده از سال گذشته، سال بعد میتونه نفت رو 70 دلار بفروشه. حالا وقتی که میبینه قیمت نفتی که میفروشه زیر 45 دلار هست، یقینا بایستی که برای تامین کسری به جایی فکر بکنه. اینجا یقینا کارکنان دولت نیستن که حقوق بیشتری میخوان. افزایش داده حقوق کارکنانش رو دولت روحانی از 4 تا 7% در این حدود، ولی نکته مهمتر این است که حجم این دولت رو هم افزایش داده. یعنی دولت امسال نسبت به سال گذشته بیش از 150 هزار کارکن جدید داره، کسانی که به بازار کار وارد میشن به علت اینکه صنایع خوابیدن، تولید وضعیت رقتبار داره، روی دست دولت موندن و دولت برای اینکه بیکاری رو کم بکنه اونها رو استخدام میکنه و دولت خودش رو فربهتر میکنه. به اونها ناگزیر حقوق بده، ولی ناگزیر نیست که بودجه های عمرانی رو بهش بپردازه. بنابراین تمام طرحهای تولیدی و عمرانی و همینطور پرداختن ارز برای کارخانجاتی که بایستی با همین ظرفیت محدود 30% کارشون رو ادامه بدن کاهش پیدا خواهد کرد. بنابراین ما شاهد خواهیم بود که دولت آقای روحانی به همون مسیری میره که دولت احمدی نژاد رفت، یعنی عملا از نظر اقتصادی عقبگرد، رشد تورم، رشد بیکاری، ولی به ظاهر دادن آمارهایی حاکی از رشد مثبت اقتصادی. خب در این شرایط هستش که آقای محمد جواد ظریف که البته همچنان بدون هیچ دلیل و معنایی میبینیم در هر ملاقات سیاسی دهانی گشاده به خنده هایی داره، خنده های بی‌معنا. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در پی مذاکرات چند روز پیش خودش با آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا خیلی اظهار امیدواری کرد، بیشتر اظهار تمنا بود که این مذاکرات آینده، هفته آینده 5+1 با ایران به نتیجه برسه برای لغو تحریم ها. آقای چالانگی، اگر من و شما هم شاید به جای ظریف بودیم که زندگیمون تغییر نکرده بود، هر از گاهی به هتل 5 ستاره لیک جنیوا می رفتیم و روز و شبی رو اونجا استراحت می کردیم، با وزیر خارجه آمریکا هم شانه می شدیم، هم به همین درشتی که شما گفتید لبخند آقای ظریف به صورت داشتیم. آقای ظریف، البته من مطمئنم شما با من شریک هستین که به هیچ وجه نمیخوایم چون این باشه. نه نه نه، من بی تردید میدونید که اون رو به حالت جدی نمیگم. این بله مسلمه است از وضعیتی که آقای ظریف پیش گرفته و انگاری از مسائل داخلی مردم ایران کاملا بیگانه است، در یک دنیای فانتزی دیگری زندگی میکنه، در دنیایی که به هر حال جمهوری اسلامی برای اعوان انصارش فراهم کرده و او غمی نداره که این 7 ماه رو، 5 ماه رو، 6 ماه رو باز هم طی بکنه به این امید که مثلا 4 یا 5 دستگاه یا 50 دستگاه یا 5000 دستگاه سانتریفیوژ تازه برای جمهوری اسلامی درست کنه، که میدونیم کمترین اثری بر زندگی روزانه مردم ایران نداره. آقای ظریف خودش رو شاید محق میبینه که بخنده، برای اینکه منتخب به مردم نیست، منتخب به حاکمیتی است که زندگی لوکس امروز او رو تامین کرده. از نظر شخصیت هم تصور میکنه که همشانه شدن برای وزیر خارجه با وزیر خارجه آمریکا برایش یک اعتبار بین‌المللی است. کمترین غمی که در ذهن آقای ظریف نیست وضعیت زندگی امروز مردم ایران، جوانانی که در صف کار ایستادن، بیمارانی که پشت در بیمارستان ها قد کشیدن و مردمی که هوای آلوده و مسموم شهرها رو میخورن و کسانی که برای ارتزاق روزانهشون با مشکل روزانه روبرو هستن. مشکل رو آقای ظریف نداره، آقای روحانی نداره، آقای طیب نیا نداره و اونها هستن که با شجاعت میگن غمتون نباشه، ما در مورد سانتریفیوژها گفتگو میکنیم، حتی اگر 7 ماه طول بکشه
غمتون نباشه، اگر قیمت نفت از 140 دلار به 40 دلار هم رسید ما شما رو اداره خواهیم کرد، ولی اداره مردمی فقیرتر شده با زور اسلحه. خب آیا راه حل این مسئله این نیستش که راست و حسینی، نه اینکه حالا جامعه غرب یا پنج به اضافه یک من بگم بسیار راست و حسینی عمل میکنه، اما در همین جهان نسبیات آیا راه حلش این نیست حکومت ایران بیاد و آنچه رو که هست پشت پرده نگه نداره، آقا اطمینان بده به دنیا که آقا ما داریم سلاح هسته‌ای تولید نمی کنیم. و این وضعیتی که به وجود اومده برای مردم ایران بالاخره یه جایی تمومش کنه، این فشاری که تحریم ها میاره به سفره مردم ایران، وگرنه نه به گفته شما آقای ظریف نه آقای خامنه ای نه هیچ کدوم از کارگزاران ریز و درشت این حکومت محروم نیستن از چیزایی که لازم دارن، خیلی بیش از اونم دارن. یعنی حال چطور به دست آوردن بحث دیگه ایست، مثلا رفسنجانی و مخلفات داخلش و لابی شخصی ایشون در خارج از کشور چقدر هزینه میکنه، اینو به جای کن. بیان مقا بگن انرژی هسته‌ای کجا، مردم مثلا براز جان بندر عباس و جاهای دیگه ایران که آب آشامیدنی ندارن، آب آلوده استفاده میکنن، در روستاهای خوزستان انرژی هسته‌ای. فقط فشار این برنامه های جمهوری اسلامی روی ایناست. چرا این کار جمهوری اسلامی آقای چالنگی خیلی خوب میدونه که حتی اگر تحریم ها برداشته بشه، یعنی بیان همین که شما میگید بگن ما دستا رو بالا میکنیم، میگیم آقا به دنبال بمب اتمی نیستیم، اجازه بازدید از پارچین رو میدیم، به جای 20000 سانتیفیوژ به 10000 تا یا 5000 تا قانه هستیم، اورانیوم غنی سازی شده خودمون رو به روسا میدیم برای ما سوخت تعیین بکنن و و و و و فردا تحریم ها برداشته میشه. وقتی که تحریم ها برداشته شد درآمد نفتی دولت ظاهرا زیادتر میشه. خب اونها خودشون دیدن شاهد بودن در 8 سالی که درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی شاید 5 برابر امروز بود و در طول 8 سال 800 میلیارد دلار، یک ثروت عظیم. این معادل مجموعه زیانهایی است که ایران در جنگ با عراق تحمل کرده. این دارایی عظیم رو در اختیار دولت میبینند و بعد در نتیجه 8 سال حکومت همین جمهوری اسلامی ولی دولت دیگری میبینن رشد اقتصادی کشور 3% هم منفی هست. دولتی ها بهتر میدونن که افسوده درآمد ناشی از برداشتن تحریم ها به مردم نفعی نمیرسونه، بنابراین نمیتونه در رضایت بیشتر اونها یا ناراضی تر کردنشون نقش ایفا بکنه، چون این رو میدونن سر اون چیزی چونه میزنن که بتونه به نوعی طول عمر اونها رو زیادتر بکنه. اونها همچنان اعتقاد دارن که باید بند ناف بمب اتمی رو به خودشون متصل نگه دارن. اگر غیر از این بود توصیه شما رو میپذیرفتن، اگر غیر از این بود الگوی آفریقای جنوبی رو قبول میکردن، به راهی میرفتن که پیشتر برزیل یا آرژانتین رفتن، به راهی میرفتن که قزاقستان و اوکراین رفتن و ظرفیت اتمی خودشون رو تسلیم کردن و به دنبال سازش با مردم در داخل و سازش واقعی و قابل اعتماد با خارجی ها در دنیای بیرون از ایران می رفتن. ولی واقعا جمهوری اسلامی به دنبال این کار نیست، میدونه که مردم از این قضیه منتفع نخواهند شد، میدونه که منتفع شدن اونها محلی از اعراب برای ادامه حیات اونها نیست، ادامه حیات اونها موکول به استفاده از نیروی اسلحه است، بنابراین به دنبال حفظ این بند ناف هستند و در این مورد هم تلاش میکنن. کوتاه بفرمایید آقای تنگزاد، پس بنابراین شما معتقد هستین که شک و تردید غرب و کشورهای همسایه ایران در مورد اینکه حکومت ایران در صدد دست یافتن به بمب اتمی هست، پس این شک هم محق هست؟ غرب و دنیای خارج هم کمترین تردیدی نداره. اگر تردیدی وجود داشت مجموعه این تحریم ها چرا باید علیه جمهوری اسلامی اعمال میشد؟ بیش از 40 کشور در دنیا از انرژی اتمی استفاده غیر نظامی میکنن، چرا باید فقط گریبان جمهوری اسلامی رو بگیرن؟ برای اینکه به اونها ثابت شده که جمهوری اسلامی به دنبال دست پیدا کردن به بمب اتمی هست. نکته ای هر که هست این است آقای چالنگی که اگر حتی به نوعی از توافق دست پیدا کرد دنیای خارج با جمهوری اسلامی، این توافق قابل اعتماد هست یا خیر؟ حتی به این مورد هم دنیای خارج اعتماد نداره و میخواد ضمانتی را از جمهوری اسلامی بگیره که
خلاف رأی او اگر ثابت شد راهش براش قابل تکرار و بازگشت نباشه. خوب این سوالو میتونه غرف جهان آزاد از مردم ایران بپرسه که آیا میشه به حاکمانی که از انقلاب اسلامی در ایران برآمدند اعتماد کرد به قول و قرار اونها یا خیر؟ همچنان که ملت ایران به آنچه که آیت الله خمینی در نفل و شاتو گفته بود اکثریت اعتماد کردن، اما هنگام که به تهران رسید و بر تخت نشست آنچه که کرد خلاف آنچه بود که در نفل و شاتو وعده داد. سپاس بسیار آقای تنزاده گرامی، با سپاس از شما. متشکرم از شما، روز بشما. پی میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. آقای منصور استانلو با من و شما هستند در ادامه برنامه و نگاهی خواهیم انداخت بر عرصه کارگری در ایران. تا لحظاتی دیگر. با من و شما هستند در ادامه تفسیر خبر. آقای منصور استانلو، فعال سندیکایی و کارگری در نیوجرسی آمریکا. سلام به شما منصور خان، خوش آمد. سلام به شما، به همکارانتون و مردم ایران. دارم میخواست خبرهای خوشی داشته باشید، اگر دارید حتما میشنوید، اگر نه جویا میشیم آخرین خبرها رو به طور فشرده از زندانیان سیاسی که هر روز به اونها افسوده میشه. خانم آتنا فرقدانی هست و بقیه که در روزهای اخیر روانه بازداشتگاه های ولایت شدن، ولایت فقیه. کاملا درسته، متاسفانه تعداد زیادی از خبرنگاران، دانشجویان و فعالین حقوق بشری رو جمهوری اسلامی دوباره اقدام به دستگیری اونها کرده. از جمله قبل از اینکه من وارد موضوع خانم فرقدانی بشم، همین الان به یادم اومد گوشه این فیسبوک من برام پیام اومده، معلمی هست به نام آقای ابوالفضل رحیمی شاد که این معلم عضو کانون صنفی معلمان هم هست و از معلمان برجسته و بسیار زحمتکش کشور هست و ایشون 500 میلیون تومان برای من کفالت گذاشته بود موقعی که من رو از زندان خواستن بیرون بیارن، بدون اینکه من این کفالت رو بخوام از طریق دوستان سندیکایی و گویا خانواده که وزارت اطلاعات و زندان بهشون فشار آورده بود. به هر حال تا الان که من اینجا اومدم یک بار مزاحم ایشون شده بودن که از حقوق شما کم میکنیم بابت این کفالت، ولی کم نکرده بودن. ولی جدیدن ایشون با من تماس گرفتن، گفتن دو دفعه به صلاح طرف اطلاعاتی ها و این دادسرای مقدسی که در جلوی زندان اوین هست ایشون رو دعوت کردن، گفتن باید استانلو رو بیاری تحویل بدی به ما و معرفی کنی به زندان، و یا اینکه 500 میلیون تومان رو از اموالت کم خواهیم کرد، خونه و نمیدونم ماشین و حقوقت رو توقیف خواهیم کرد، و یا خودت رو در رابطه با این کفالتی که کردی به هر حال بازداشت خواهیم نمود. ایشون با من تماس گرفت این مطالب رو گفت، من گفتم که من این مطالب رو از طریق رسانه‌ها به مردم ایران اعلام خواهم کرد، چرا که موقع من زندان بودم برای امر شخصی نبودم، در دفاع از حقوق کارگران و مردم ایران در زندان بودم و شما که من رو شخصا نمیشناختی بلکه به خاطر انسانیت، مروت و احساس مسئولیت این کفالت رو کردی بدونی که من از شما بخوام و من نمیذارم به شما هیچ صدمه ای برسه، و حالا که حکومت جمهوری اسلامی اینقدر از این مصاحبه ها و افشاگری های من لطمه دیده که میخواد با تحت فشار قرار دادن شما به عنوان معلم و دوست من، من رو به زندان برگردونه، با اعلام رسمی شما و دوستان دیگه ای که در جریان بودن مثل بچه های سندیکا در داخل و آزادی خواهان دیگر که بیانیه و نامه رسمی بدن و مسئولیت جان من رو بپذیرن و یک دادگاه علنی رو هم جمهوری اسلامی تعهد بدهد طبق اصل 168 جمهوری اسلامی قانون اساسی خودش، من باز بگردم و حتما اونجا خواهیم ایستاد و تمام حقایق رو که از تلویزیون ها میگیم اونجا هم خواهیم گفت. به هر حال یعنی فشارها رو به این شکل‌های مختلف روی همه چه فعالین
کفیل ها، همینطور خانه مادری یکی از مبارزین کارگری رو در سرندج ضبط کردن و به حراج گذاشتن به خاطر اینکه ضامن پسرش بوده با این سند خونه و پسرش 5 سال و نیم زندان داشته و الان در ترکیه هست و خونه پدر مادری ایشون رو هم ضبط کردن و برای حراج گذاشتن به عنوان ضمانت اجرایی. همچنین خانم آتنا فرقدانی از جوانان با ارزش و متخصص که جزو فعالینی است که می آمدن در کنار خانم ستوده گاه قرار می گرفتن و در کارهای دیگه دفاع از حقوق زندانیان، حقوق کودکان کار و خیابان تلاش می کردن که مدتها زندانی بودن، زیر شکنجه بودن، در بند 209 خیلی بهشون فشار اومد و موقعی هم که مجبور شدن ایشون رو زیر فشار رسانه و درخواست آزادی که مردم داشتن آزاد کنه، آزاد که نه، با کفالت و همین وثیقه بیاد بیرون، دوباره ایشون رو گرفتن. البته ایشون قبل از که بگیرنش یک ویدیویی رو منتشر کرد که احتمالا برنامه خود شما پخش کردید که در اون ویدیو اشاره کرده بود به شکنجه ها، رفتارهای غیر انسانی و اینکه دوربین حتی در حمام و توالتی که خانم های زندانی در بند اوین بودن کار گذاشتن و اونها رو حتی در زندان اوین در حمام هم زیر نظر داشتن، ادعای اسلامی هم میکنن. برای ایشون رو دستگیر کردن 2-3 روز پیش دوباره با ضرب و شد و تکاری و دستبند زدن و بردن به زندان قرچک، یعنی زندان بند عمومی زنان قرچک که یکی از زندانهای بسیار آلوده کثیف و حتی اون زندان عادی، اونجا خودشون در معرض فشارهای سختی هستن، چه برسد به یک دختر جوان و زیبا و فرهیخته. ایشون هم اعلام کرد از همون روزی که به زندان قرچک بردن در اعتصاب قضا به سر میبرن. من از شما، از برنامه شما و از مردم ایران از طریق این تلویزیون ها و رسانه هایی که تریبون به امثال من میدن میخوام که حمایت کنید از این زندانیان، از این دختران و پسران شجاع خودتون، از همین فرزندان ایران زمین که به خاطر آزادی، عدالت، دموکراسی و آزادی بیان و حقوق بشر مبارزه میکنن. و خبر آتنا فقط خبر زندانی شدنش نیست، بلکه اعلام مقاومت نسل جوان ایران هست در برابر حکومت ولایت فقیه. البته ما امیدواریم به زودی همه زندانیان سیاسی در ایران و دیگر نقاط جهان آزاد بشن. این رو هم بگم، با خانم آتنا فرقدانی ما گفتگویی داشتیم درست 1 یا 2 روز پیش از رفتن ایشون به دنبال احضاریه‌ای که داشتن. دختران ایرانی چرا سر از زندانهای ولایت فقیه در آوردن و این موضوعی است که سالها شاهد هستیم، چه اهانت‌ها، چه ظلم ها در مورد زنان و دختران ایرانی در این 30 و چند سال اعمال شده، اما همچنان از ادامه طلب حقوق خودشون دست بر نمی دارن و محافظت از حقوق خودشون به عنوان زنان و دختران کشور ایران. اما آقای حسینلوی عزیز، صحبت از زندانیان سیاسی شد، معلمان نیست، همچنان معلمینی در زندان هستن مثل آقای رسول بداغی عزیز و اخیرا هم معلمان توماری امضا کردن در مورد مطالبات صنفیشون که به همین مجلس شورای اسلامی و جای دیگه احتمالا ارائه دادن علاوه بر مجلس، چون میدونم شما اخبار صنف معلمان رو هم دنبال میکنید به دقت و بازتاب میدین، جویای این میشیم از شما جزئیاتشون. حتما علاوه بر رسول بوداغی که در زندان هست، هنوز پرونده آقای باقری اونجا باز هست، آقای بهشتی لنگرودی، آقای باقانی، آقای علیرضای هاشمی از کانون صنفی معلمان و سازمان معلمان ایران با احکام از 5 سال تا 10 سال که باطل نشده به شکل موقت بیرون از زندان هستن که اعضای هیئت مدیره های این کانون ها و نهادهای مستقل معلمان ایران هستند. همچنین جدیداً حکم انفصال از خدمت آقای آبدینی رو یکی از معلمان زحمتکش و عضو کانون صنفی رو منتشر کردن و ایشون رو از کار فعلا معاف کردن بعد از زندانی که کشیده. و همچنین در اعتراض به این مسائل آقای اسماعیل عبدی دبیر کل انجمن صنفی یا کانون صنفی معلمان ایران به همراه تعدادی از اعضای هیئت مدیره و نمایندگانی از کانونهای صنفی همدان و کردستان کرمانشاهان توماری رو بردن به دفتر مجلس که در دبیرخانه ثبت کنن، ثبت نکردن. بعد از اون رفتن، یعنی خیلی جالب نوشته آقای
عبدی این ماجرای بردن تومار 13 متری اعتراضی و درخواستی معلمان ایران رو به مجلس که میگه ما موقعی رفتیم اونجا برای سب دیدیم همه نشستن فوتبال تماشا میکنن، 10 دقیقه وایسادیم تا یکیشون چشم تلویزیون و فوتبال برداشته در دبیرخونه آمده به ما میگه چی؟ گفتیم آقای تومار معلم ها، ما هم نماینده ایم اومدیم ثبت کنیم که در مجلس رسیدگی بشود. بعد از اینکه نگاه کرده اصلا ثبت نکرده، برده گفته برید بالا. میرن بالا، بالا دفتر به اصطلاح آقای لاریجانی که نامه رو در دفتر خود آقای لاریجانی ثبت کنن، که متاسفانه اونجا کسی که مسئول ثبت بوده و یکی از نماینده های مجلس هم که اونجا بوده پوزخند میزنه و میگه حقوق معلم ها زیادی هم هست، چه درخواستی دارین، هی تومار میدین، هی نمیدونم پیام میفرستید و اینها. برحال اینها از ثبت این نامه و تومار معلمان خودداری میکنند، در نتیجه معلمان به خیابان میان همونجا جلوی مجلس عکس و فیلم میگیرن، همین گزارش که من خدمت شما گفتم اعلام میکنن از طریق فیسبوک ها به اطلاع همه معلم هایی که امضا کرده بودن، بیش از 6000 معلم امضا کردن این تومار رو به نمایندگی از 1 میلیون معلم و به اصطلاح پرسنل آموزش و پرورش. بعد از اونم که حالا در صدد این هستن معلمان زحمتکش و شریف ما در کنار بقیه کارگران ایران که راه های دیگری رو برای احقاق حق خودشون در کنار بقیه زحمتکشان پیدا بکنن. خب به هر حال یه بیتی ما داریم میگه برعکس نام زنگی کافور مجلس شورای اسلامی که میبینید تشکر کردن آقای اوسانلو که رئیس دفتر این لاریجانی مجلس، چون چندین لاریجانی ما داریم دیگه هم میدیم، جوابی که میده حقوق معلمان زیاد هم هست، اسم یه همچین جایی رو در لغتنامه حکومت ایران گذاشتن خانه ملت. اما همزمان کارگران نورد صفا نیست و ایران خودرو، از شما میپرسیم آخرین خبرها رو، به کجا رسید اعتصاب ایران خودرو؟ حتما تمایل دارم یک دقیقه به خبر بهنام ابراهیمزاده بپردازم، بعد شما به جواب سوال شما پاسخ میدم. بهنام ابراهیمزاده کماکان که الان دیگه بخشی از هممیهنان ما و یا بیننده های تلویزیون شما و بعضی از تلویزیون ها که مصاحبه داشتیم و دوستان دیگه مثل محمود صالحی هم این مصاحبه های در رابطه با کارگران رو با شجاعت تمام از داخل ایران انجام میده، خبر داریم که 9.5 سال زندان دیگر به بهنام دادن بعد از اینکه 5 سال زندانش تمام شد، فقط به خاطر از حقوق کارگران، کودکان کار و خیابان، محرومین و از حقوق خودش در زندان دفاع کرده و شرایط سخت زندان رو از طریق خانوادهش و حتی بعضی از نگهبانان زندان که اونها هم الان دیگه ناراضی هن، حقوقشون کافی نیست و پرسنلی از خود زندان ها هم الان در حال همکاری میکنن، کمک میکنن و اطلاع رسانی میکنن برای ما که میشناسن تو زندان موقعی که بودیم همدیگر رو اعتماد داریم و گفتن که الان بهنام رو بعد از این 9.5 سال زندان در به اصطلاح زندان رجایی شهر دوباره تهدید کردن که اگر اطلاع رسانی بکنی مثل ارژنگ داوودی که حکم اعدام بهش دادیم با اینکه داخل زندان بود به تو هم حکم بدتر خواهیم داد. به همین دلیل من فکر میکنم وظیفه رسانه‌های مردمی ملی هست که اطلاع رسانی کنن درباره این کارگران، معلمان و خبرنگاران و مبارزینی که در زندان‌ها هستن و این اطلاع رسانی باعث بشه که مردم ایران بدونن که چه مبارزینی دارند از طبقات و قشرهای مختلف اجتماعی که آزادی‌خواه هستن، جبهه ستمدیدگان در برابر ستمکاران جمهوری اسلامی، نظام ولایت فقیه، که این جبهه ستمدیدگان همه ما مردمی هستیم که به هر شکلی از اولین روزی که این جمهوری اسلامی درست شده فشار آورده، ظلم کرده، اعدام کرده، کشته و حالا دیگه به کارگران و خانواده اونها رحم نمیکنه. پسر بهنام نیما سرطان خون داره، بایستی هر ماه بره به بیمارستان محک در شمال تهران، فقط 100,000 تومان کرایه رفت آمدش از جاده به اصطلاح قوم حسن آباد 30 کیلومتر اونجا مستجر هستن، همسرش و پسرش و وضع مالی خوبی ندارند و من از طریق برنامه میخوام که این خانواده های مبارزین، معلمان، زندانیان، کارگران رو تنها نگذارن، همسایه های اونها، فامیل های اونها، صابخونه های اونها فشار به این مبارزین نیارن، کرای خونه شون رو زیاد نکنن، پول پیش خونه نخوان. به من الان خبر رسیده که مثلا صاحب خونه رضا شهابی بعد اینکه رضا شهابی رو از بیمارستان جراحی کردن رفته خونه مستجریش در منطقه جنوب غربی تهران نزدیک پارک بابایان، متاسفانه
10 میلیون تومن پول پیش خونه دوباره میخوان رضا شهابی بگیرن، صاحب خونه محترمشو. خب مگه ای صاحب خونه رضا شهابی نمیدونی که رضا شهابی به خاطر خود تو و مردم این همه بلا کشیده، چند سال زندانه و اخراج شده، درآمدی نداره، از کجا 10 میلیون تومن توی سرمایه زمستون بده؟ تو داری او و خانوادهشو آزار میدی و یا خانواده بهنا. به هر حال ما مجبوریم از این رسانه ها استفاده کنیم و این حقایق سخت زندگی مبارزین رو بگیم. در کارخونه نورد صفا اعتصاب کماکان ادامه داره. 4 ماه حقوق کارگران صفا رو نپرداختن. 2 روز پیش کارفرما قبول کرد 1 ماه حقوق عقب افتاده رو بده، ولی بیش از 10 ماه از پرداخت حق بیمه کارگرا به صندوق بیمه تامین اجتماعی خودداری کرده. کارگرا اومدن جلوی در کارخونه لاستیک آتیش زدن، خیابون رو بستن. دوباره کارفرما و نیروهای امنیتی اومدن خواهش کردن که بیاد کارخونه کار کنید، ما حقوق شما رو خواهیم داد. ولی کارگرا موقعی که رفتن سر کار پریروز دیدن که بازم حق بیمه اونها رو نریختن و فقط 1 ماه حقوق عقب افتاده 4 ماهه رو دادن. به همین دلیل دوباره به اعتصاب خودشون در کنار دستگاه‌ها و داخل کارخونه ادامه دادن. سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران که آقای جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیرش هست، یک کارگر جوشکار زحمتکش، تمام اخبار رو منتشر کرده. میتونید به این سایت ها هم میهنان من مراجعه کنید، این اخبار رو دنبال کنید و در کمک و حمایت از این عزیزان تلاش بکنید. و همینطور ایران خودرو که کمتر از 1 دقیقه وقت داریم اصلا. بله بله، کارخانه ایران خودرو وارد 8 روز اعتصاب خودش شده و کارگران اعتصاب اعتراض قضا رو کماکان ادامه دادن. در بعضی از سالن‌های تولید 1-2 ساعت قبل از نهار دست از کار میکشن در رابطه با خواسته های معیشتی خودشون و افزایش حقوق و اعتراض به فیش حقوق 42 میلیون تومانی آقای شهشهانی زاده که مدیران که به دست کارگران رسیده. و همچنین قرار هست که امیدواریم راننده های سرویس هم به این اعتصاب بپردازن، بپیوندن. و کارگرها اعلام کردن اگر به خواستای خودشون نرسن از سوار شدن به سرویس ها خودداری خواهند کرد. بازتاب اعتصاب کارگران ایران خودرو که 45 هزار نفر در اعتصاب به سر میبرن بسیار گسترده بوده و حالا ما میبینیم کارگران پارس خودرو هم با اعتصاب و اعتراض به قضا نگرفتن و همون خواستای صنفی و امنیت شغلی وارد اعتصاب اعتراضی به قضا نگرفتن شدن و اونها و کارفرماشون خواهان اجرای قوانین و داشتن حقوق، شرایط مناسب کار و امنیت شغلی هستن. باز یک پرسش دارم، این اعتصابات های مورد حمایت صنفای دیگه هم قرار میگیره یا حداقل صنفای کارگری در جاهای دیگه؟ اعتصابات ایران خودرو نورد صفا به طور کوتاه بفرمایید. بله، اول از همه که الان اتحادیه سراسری کارگران سوئد LO تمام حمایت سراسری کرده از تمام اعتراضات کارگران ایران و به خصوص در اون نامه همین 2-3 روز پیش منتشر شد خواهان آزادی آقای بهنام ابراهیم زاده شدن بعد از اینکه این خبر 9 سال و نیم زندان جدیدی که به بهنام دادن منتشر شده. و در داخل از کشورم به اصطلاح سندیکای فلزکار مکانیک، اتحادیه آزاد کارگران، کانون مدافعان حقوق کارگر، اتحادیه کارگران پروژه‌ای، سندیکای کارگران شکرباد که خودشون هم حرکت اعتراضی داشتن، جلوی شورای شهر رفتن همون روزی که معلمان تومار به مجلس بردن، کارگران ایران تایر، ببخشید کیان تایر، همچنین 500 نماینده اعتصابی و اعتراضی کارگران برق ایران و صنایع مخابرات. یعنی ببینید موجی از اعتصابات و اعتراضات که دارید کم کم به هم پیوسته میشه و در طول 1 هفته ما 6-7 تا اعتراض، حضور و حمایت از همدیگر رو داشتیم. سپاسگزار هستم آقای منصور اوسانلو. این نکته رو من بگم که همونطور که آقای اوسانلو گفتند نیازمند هستن برخی از خانواده های کارگران ایران. فرزند بهنام ابراهیم زاده مبتلا به بیماری است. افتخار یک ملت فقط و فقط محدود به این نمیشه که گفته بشه که لوح کوروش نخستین اعلامیه جهانی حقوق بشر هست یا افتخارات تاریخی گذشته. همونطور که افتخارات به هر حال هیچ ملتی در یک دایره محدود نمیشه، از جمله افتخارات به رفتار روزمره حمایت از همدیگه هست، رفتار ناشی از نگرانی درباره هموطنان انسانهای دیگر. میشه میلیون ها بار شعر سعدی رو تکرار کرد که جزوی به درد آورد روزگار، من
دیگر عضوها را نماند قرار یا مثل قبلیش بنی آدم اعضای یک پیکر، اما در عمل گامی به پیش به سوی یاری رسوندن به خانواده ابراهیمزاده و بسیار دیگر از زندانیان سیاسی که نیازمند کمک هستند. سپاسی دوباره از شما آقای منصور حسانلویی گرم. سپاسگزار و با امید دیدار و خبرهای بهتر در روزهای آینده. با امید به فردایی بهتر، خبرهایی بهتر، روزگاری بهتر برای مردمان همه جهان، مردمانی که تحت ظلم و ستم و استبداد حکومت‌های خیش هستند، حکومت‌های حاکم بر کشور خیش هستند. به پایان این برنامه می‌رسیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری کوساران تفتان، دراک، دنا و زگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.